اگر شما یک دقیقه وقت داشتین که در مقابل پرسش‌های کنجکاوانه بینندگان با پاسخ‌های قانع کننده و معتبر دفاع کنید که چگونه یک خدای دوست داشتنی میتونه مردم رو در عهد عتیق بکشه، چه میکردید؟ بسیاری از معترضان و منتقدان کتاب مقدس مسیحیان را متهم به خدمت کردن به خداوند قاتلی میکنند که ملل بیگناه زیادی رو در عهد عتیق نابود میکنه. از نگاه اول یهوه ممکن است مثل خداوندی آزاررسان به نظر برسد. با وجود این او آن خدا نیست. اول اینکه ما باید بدانیم که هیچ کس در این دنیا بیگناه نیست. انجیل به طور شفاف میگوید که همه گناهکار هستند و از شکوه خداوند قاصر میباشند. همچنین میگوید که هیچ کس را هیچ عذری در مقابل خداوند نیست. برای آنکه تفاوت بین درست و غلط رو تشخیص بدهیم حتما نباید مسیحی باشیم. این غریزه در درون ما وجود داره. در حقیقت تمام آفرینش از صنعت دست‌های خداوند خبر می‌دهد. دوم، قضاوت آخرین چیزی است که خدا با آن دست می‌زند. خدا 430 سال برای قضاوت قوم کنعان وقت صرف کرد تا بلکه از گناهانشون بازگردند. شهر صدوم و عموره سنگ باران شد. ابراهیم جلوی خداوند زانو زد و خواهش کرد که این قوم را به گونه ای داوری کنه که حداقل 10 نفر عادل و صالح نجات پیدا کنند. و بعد از آن هیچ کلمه ای از خداوند به طول 1200 سال در مورد قضاوت خداوندگار نبود. حتی انبیایی که زیاد معروف نیستند در کتاب عهد عتیق خدا آنها را آگاه ساخت و انبیا از این قضاوت قریب الوقوع آگاه بودند و در نهایت آنها را بخشش خداوندگار در بر گرفت و توبه کردند. در حقیقت خداوند رحمت خود را به اشخاصی که مایل به او هستند نجات می‌دهد. مثلا زمان یونس نبی یا زمان یوشع یا زنی به نام راهاب بدکاره قبل از پیروزی قوم اسرائیل. سوما، خداوندگار هر قومی را نیز در هم میکوبید تنها برای پاکسازی آن قوم. پاکسازی از زنا، پاکسازی از خیانت، مثل زمان تسخیر قوم کنعان. آشوریان و بابلی ها دنبال مردان خدا بودند تا آنها را به زور به کارهای بد وابدارند و شریک گناهانشان بکنند. سرانجام ما باید یادآور بشیم که بخشش امروز خداوند را بر روی صلیب تجربه کنیم. سوال این است که آیا شما این را رد میکنید مثل قوم کنعان یا میپسید؟ خدا قضاوت خود را بر قوم گناهکار میریزد چرا که حقشان بوده است. ولی بر روی صلیب خداوند قضاوت خودش را بر روی خودش ریخت برای پاک شدن انسانهای گناهکار از طریق یگانه پسر بیگناه خودش که نباید بر او قضاوت میکرد. خب خیلی زود گذشت دوستان عزیز، دوست داشتیم خیلی بیشتر با شما صحبت کنیم، حرف داریم برای گفتن، ولی اینکه در برنامه بعدی باز هم همین صحبت رو ادامه خواهیم داد که بتونیم اون لپ مطلب رو به قول من رو به شما دوستان عزیز بگیم. با ما باشید، در برنامه آینده با کشیش منصور خواجه‌پور خواهیم بود با برنامه‌های چالش ها که پاسخگوی سوالاتی هستند که شما عزیزان برای ایشون ارسال می‌کنید. بخش‌های متنوع زیادی هست که روی روزهای دیگه به اون خواهیم پرداخت. امیدوارم تا این لحظه از برنامه پژواک لذت برده باشید. تشویق میکنم که با ما باشید در روز بعد، روز سه‌شنبه. شما رو خواهیم دوستتون داریم تا برنامه بعدی. خدا نگهدار.